بریم به کیف پایتخت اوکراین همراه بشیم با بردیا افشین همکارم. بردیا، چقدر در اوکراین از اعلام خبر نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا استقبال شده؟ نفر اول این کشور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این اتفاق رو، این تصمیم رو یک اتفاق تاریخی خونده، یک قدم بزرگ به سوی پیروزی و یک قدم به نزدیک شدن به اتحادیه اروپا. و خب از سوی دیگه اورسولا فون در لاین که نشون داد همدل با اوکراین، همونجوری که خودت اشاره کردی با لباس‌های زرد و آبی خودش، گفتش که اوکراینی‌ها برای دو چشمانداز اروپایی نشون دادن که جون خودشون رو دارن از دست میدن، حاضرن کشته بشن، ولی گفتش که او دوست داره که اوکراینی ها در رویای اروپایی بودند زندگی کنند. و گفتش که با این حال اونا در حال حاضر فقط 70% پیش نیازهای پیوستن به اتحادیه اروپا رو تامین میکنن و اصلاحاتی در امر اقتصاد، سیاست و اجتماع و قوه قضاییه خصوصا باید شکل بگیره، به خصوص بر سر مسئله مبارزه با فساد. به هر حال اینجا در همین خیابان کیف از هر 10 اوکراینی بپرسید 9 نفر موافق پیوستنن به اتحادیه اروپا. با این حال همین الان هم از اکثرشون بپرسید اونها دوست دارن که بیش از اینکه اقدامات نمادین صورت بگیره، در حرف وعده داده بشه، در عمل این اقدامات رو ببینن، کمک‌ها رو ببینن. و حتی برخی هم هستن که یک مقدار با شکاکیت به این مسئله نگاه میکنن، اینکه شاید مثلا اعلام نامزدی مثلا اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا منجر به این بشه قدرت‌های بزرگ اروپایی که دیروز اینجا نشان همبستگی خودشون رو به جهان علنی کردن از اوکراین بخوان مثلا مصالحه کنن. من با یکی از این آدمی که این شکاکیت رو داره صحبت کردم، یک روزنامه نگار جوان به اسم مایکل گولدکو. متاسفانه دیدار این رهبرهای غربی چیزی رو تغییر نمیده. البته ممکنه من خیلی بدبین باشم. از طرف دیگه این امر مثبتیه، چون رهبرهای خارجی به کشور ما میان، به چشم خودشون آثار واقعی این جنگ رو میبینن. اما متاسفانه باید بگم دیدار اونو از اوکراین چیزی رو عوض نمیکنه. چون ما شاهد خیلی از بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها از طرف رهبرهای کشورهای خارجی بودیم، ولی تا امروز هیچ کدوم از قولایی که به ما دادن عمل نکردن. در مورد قولای آلمان برای فرستادن مهمات جنگی و توپخانه به اوکراین، من میتونم بگم روند اون به دستور خود صدراعظم شولتز متوقف شده. پرزیدنت زلنسکی مشخصا گفته که برای تغییر روند این جنگ به نفع اوکراین ما باید مهمات و تسلیحات توپخانه بیشتری دریافت کنیم. اما حالا شایعاتی وجود داره که شولتز و ماکرون به اینجا اومدن که رهبران ما رو مجبور به مذاکره با روس‌ها بکنن. البته من فکر می‌کنم مذاکره چیز بدی نیست، چون امری که به کشته شدن تعداد کمتری اوکراینی‌ها و روس‌ها کمک بکنه باید از اون استقبال کنیم. من فکر می‌کنم هر جنگی در هر کجای دنیا که باشه باید هر چه زودتر پایان پیدا کنه. من معتقدم که این روند مذاکرات قطعاً مهمه، اما باید متوجه باشن که مواضع و خواسته ما چی هستن تا ما بتونیم بر سر اونا به توافق برسیم. چون گاهی شرطایی که اونا برای اوکراین به پیش می‌ذارن برای مردم ما غیر قابل قبولن. بعدی تو این فرصت کوتاه آخرین تحولات از جنگ روسیه و اوکراین هم بشنویم ازت. ما طی 48 ساعت گذشته بیشتر از تحولات دیپلماتیک در عرصه بین الملل گفتیم، اما همچنان در تمام این مدت تمرکز جنگ در شرق اوکراین شاهد بودیم، به خصوص در هم شهری که تو بهش اشاره کردی سیبرودونتسک. نیروهای روسی به آخرین بازماندگان مقاومت اوکراین روز چهارشنبه گفته بودن که اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، تسلیم بشن، و بعدم اون زمان گفته بودن که یک کریدور به زعم اونها انسان دوستانه رو ایجاد خواهند کرد که از اونجا از اون کارخونه شیمی آزاد اون چند صد غیر نظامی بتونن خارج بشن، تخلیه بشن. اما مقاومت همچنان ادامه داره، اون کریدور انسانی برقرار نشده و همونجوری هم که خودت اشاره کردی به درست به شهر نزدیک چسبیده به سیبرودونتسک، لیشیسانک چانسک حملات خودشون رو ادامه دادند. با این حال تصور میشه که تسلط روسیه بر سیبرودونتسک ادامه داره و شاید تا چند روز دیگه این مقاومت هفته شکسته بشه. ممنونم از گزارشت بردی، و واقعا تلفظ اسمای شهرهای اوکراینی خیلی سخته، من اینجا خیلی چالش بزرگیه برام. ممنونم از گزارش خوبت بردی افشین همکارم که از کیف پایتخت اوکراین با ما بود.